گرچه از زمان آغاز آتش بس میانه جدای طلبان طرفدار روسیه و ارتش و اوکراین درگیری های پراکنده ای میانه طرفین وجود داشته اما دو طرف روز شنبه اقدام به تبادل اسرای خود کردند بنابر گزارش ها در این تبادل اسرا که در روستایی در خط مقدم نبرد در لوهانسک صورت گرفت 139 سرباز اوکراینی با 52 شورشی مبادله شدند همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از عدم اجرای توافق مینسک دو از احتمال مسلح کردن ارتش اوکراین و اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه سخن گفت تا کنون روسیه و جدای طلبان فقط بخش‌هایی از توافق آتش را اجرا کرده هند. این توافق نه در دبال سوا، نه در ماریوپل و نه در دیگر مناطق کلیدی و استراتژیک اجرا نشده است. این غیر قابل قبول است اشتباه نکنید اگر این وضعیت ادامه یابد پیامدهایی بر اقتصاد روسیه که هم اکنون نیز در شرایط وخیمی است خواهد داشت <applause> تصاویر ارسالی از شهر کوچک 25 هزار نفری دبالسوا که همکنون بسیاری از ساکنان آن گریختند، آثار خرابی های ناشی از یک ماه بمباران را نشان می دهد برای به گفته دولت اوکراین روسیه در این شهر اقدام به آوری اجساد اتباع خود می کند